silver award for courageous achievement goes to Team Afghanistan. تیم دختران ربات‌ساز افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی ربات برای شاگردان لیسه‌ها در واشنگتن دی سی به مدال نقره دست یافت. تفویض جایزه‌ها در بخش‌های جداگانه تقسیم بندی شده بود که در کاتگوری دستاوردهای شجاعانه افغانستان جایگاه دوم و شاگردان سودان جنوبی توانستند مدال طلا را از آن خود کنند. خب طبعاً که هر کس که امتیاز بیاره خوشحال میشه، کل تیم خوشحال میشن و اگر هم امتیاز نیاریم ولی ما باز هم ما همون یک برندیم تا اینجا تونستیم بیایم و نمایندگی از کل دختران افغان بکنیم و ای خود یک جای خوشی. در این رقابت ها 162 کشور شرکت کرده بود و ربات ساخته شده توسط شاگردان افغان در 3 روز رقابت توانست با کسب 243 امتیاز جایگاه 103 را از آن خود کند. ربات ما یک ربات خیلی ساده هست ولی با همین وجود سادگی خود هم به کار قابلیت داره. ربات ما 5 عملیه انجام میده. اولین عملیه اینه که وارد زمین که میشه توسط دو تا موتوری که اینجا وصل شده به چرخ میندازیم و توپا داخل از این میشه. وقتی که داخل از این میشه بعد اینجا ما دو تا سنسور وصل کردیم. توسط دو تا سنسوری تشخیص رنگ میده که اگه باز ما سنسور روشن میکنیم از این طرف، اگه که توپ ما سرخ باشه میره به این طرف، اگه توپ ما آبی باشه میره پس به این طرف. وقتی که ما رسیدیم به داخل همون جعبه که باید توپ داخل از او بفته که باز اینا روشن میکنیم، ما اینا که روشن کنیم اینا چرخ میکنه توپ ما بفته که داخل از این. باز مرحله آخر از اینه که مسابقه خلاص میشه. وقتی که مسابقه خلاص میشه باید این توپ همین ربات ما به او بالا یعنی به صورت تعویض باشه مثل بارفیکس. حضور دختران افغان روزها قبل از آغاز این رقابت خبرساز شد. عدم صدور ویزه از سوی سفارت ایالات متحده به تیم ربات‌سازان افغان سر و صداهای زیادی را ایجاد کرد، تا جایی که کم از کم 32 قانونگذار امریکایی با امضا در پای نامه خواستار صدور ویزه به این دختران شد. پادرمیانی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در این قضیه سبب شد که آنان ویزه سفر به ایالات متحده را دریافت کرده و در این رقابت شرکت کنند. که همگی مردم افغان ها دوست دارن، همگی برای افغان ها ارزش قائل هستن و دوست دارن که افغان ها پیشرفت کنند. ایوانکا ترامپ دختر رئیس جمهور ترامپ با تیم افغانستان ملاقات کرد و حضور آنان را در این رقابت ها ستود. همچنان سفارت افغانستان در ایالات متحده و افغان های مقیم امریکا از حضور این گروه در رقابت جهانی ربات استقبال گرم کردند. بدون شک حس افتخار می بخشه مجموعی که می آید نمایندگی می کنه از حکومت، از دولت و از سرزمینی که با اونا ناتوان گفته می شه. حس قدرت و افتخار متفاوت به ما می بخشه. برخی از کارمندان و رضاکاران فرست گلوبال نهاد برگزار کننده این رقابت ها حضور دختران افغان را در این مسابقات یک پیروزی عنوان می کردند. And as I said, whether their robot wins or loses or doesn't even move, you're looking at a bunch of winners here. The world is a winner here because we've proven that if you communicate, if you cooperate, anything is possible. And they're here to prove that. حضور تیم دختران افغانستان در این رقابت در رسانه‌های اجتماعی انعکاس بزرگ داشت. و رئیس جمهور افغانستان نیز با صدور یک اعلامیه مطبوعاتی دریافت مدال شجاعت از سوی تیم روباتیک افغانستان را در رقابت جهانی ربات‌سازی تبریک گفت و آن را بیانگر دانش، همت، تلاش و خلاقیت دختران افغان خواند و اضافه کرد که حضور دختران افغان بر رغم دشواری‌ها در این رقابت می تواند الگوی خوبی برای همنسلانشان در عرصه دانش و تکنولوژی در افغانستان باشد. ما خیلی خوشحالم که از افغانستان نمایندگی میکنه در آمریکا و در مسابقات شرکت میکنه. یک افتخار بزرگه برای ما که ما در عضو همون 163 کشور هستیم که در مسابقات آمریکا شرکت کردیم. 163 تیم دیگه ملاقات کردیم، با فرهنگای ناشنا شدیم، با اونا آشنا شدیم، با روابط اجتماعی ناشنا شدیم، باعث شد که رتبه ما بالاتر بره، یعنی افتخار افغانستان باشه.
تیم‌های اشتراک کننده در این مسابقات در کاتگوری‌های مختلف مدال‌های طلا، نقره و برنج را به دست آوردند. تیم قاره اروپا با خوب درخشیدن در بیشتر کاتگوری‌ها جایزه طلا را از آن خود کرد. دور بعدی این مسابقات قرار است در سال 2018 در شهر مکسیکو سیتی، مرکز مکسیکو برگزار شود.